به مناسبت سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در پنجم مرداد ماه بخشهایی از سرمقاله خانم کاملیا انتخابی فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی را که در آبان ماه 1398 منتشر شده است بازخوانی کرده ایم. بیش از 40 سال از انقلاب ایران گذشته است. اما خاطره روزهای پیش از انقلاب، بزرگی و شکوه کشور در زمان شاه آنگونه که مردم می‌نامند، ذهن و فکر بسیاری از ایرانیان را همچنان به خود مشغول داشته است. ایرانی که امروز در جهان چنین قدرتمند، زیبا و پر افتخار دیده و شناخته می شود، شهرتش را وامدار دوره زمامداری مردی است که امروز در مسجد رفاعی قاهره آرمیده است. بیش از 40 سال از انقلاب گذشته است، اما به هر خارجی که می رسید و نام ایران می آید، آن غریبه‌ای که میان سال است می گوید اوه، ایران، شاه، شهبانو، تصویر ایران دوره شاه، کارت پستال زیبایی از کشوری است که تا پیش از به قدرت رسیدن وی مملکتی بود شبیه دیگر کشورهای منطقه. خاک و گاری و تراخم و وبا و جزام و فلج اطفال، نمیگویم که دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی ایران گلستان شد و فقر برچیده و رفاه و آزادی و امنیت در سراسر کشور به ظهور رسید. میگویم که ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشت. چهره کشور در محافل بین المللی بسیار خوشایند به نظر می رسید و آموزش و پرورش، شهرسازی و عمران و بهداشت از اولویت‌های شاه ایران برای ساماندهی به اوضاع کشور قلم داد می شد. همسر شاه، شهبانو فرح، تنها چهره زیبا و تأثیرگذار در محافل بین المللی نبود. دانش و بینش وی در ارتقای فرهنگ و هنر این مرز و بوم بعد از گذشت 40 سال همچنان یکی از تأثیرگذارترین خدمات فرهنگی در تاریخ معاصر ایران به شمار می رود. از خدمات محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو به ادبیات و هنر و بهداشت و درمان بگوییم یا از ارتش و نظم و قانون و ابهت کشور و اقتدار ملی؟ هنوز هم اگر اعتباری برای ایران و اصالت کشور بعد از 40 و چند سال ناکارآمدی نظام فعلی باقی مانده است، از همان اعتباری است که شاه ایران برای کشور گرد آورده بود. من و مایی که از کشور به هر دلیلی بیرون آمد و ساکن نقطه‌ای در این گیتی شده ایم، مهاجرانی هستیم که همچنان چشم به بازگشت به میهن و زندگی در کشوری را داریم که شاه ایران شالوده ی همبستگی و اتحاد ملی را در آن بنا گذاشته بود. کشوری که در آن نه نامی از اقلیت قومی و مذهبی بود و نه سخن از محدودیت و ممنوعیت برای زن و مرد آن. ایرانی که کلیمی و زرتشتی و بهایی و مسلمان و آسوری و آشوری و کرد و لور و بلوچ و ترکمن و آذری و اهوازی و همه و همه خود را پاره ای از میهن می دانستند. در نظام کنونی متاسفانه مفهوم خدمت به میهن و مردم مفاهیمی نمادین و انتزاعی شمرده می شود. مفاهیمی که در دوره شاه فقید ایرانیان را از گوشه و کنار به خود می‌خواند تا هویت ایرانی بودن آنها مصدر خدمت به کشور و ملت باشد. در دوران پس از انقلاب تلاش بسیاری انجام گرفت تا شاه خائن، وابسته و مزدور معرفی شود و خاطره روزهای پر ابهت، خدمات وی و عشق و علاقه این مرد به میهن و مردم را از حافظه تاریخ و ملت بزدایند. مردی که عاشق ایران بود و با دلی شکسته و اندوهگین کشور را برای رویارو نشدن مردم با یکدیگر ترک کرد تا از درگیری و خونریزی پرهیز شود. تعجبی ندارد که امروز با گذشت 4 دهه آنگونه از وی یاد می شود که شایسته و بایسته اوست. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم.
و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن، پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد، ولی عهد ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است.